5 نفتکش ایرانی یکی پس از دیگری به ونزوئلا رسیدند. اما این نفتکش ها فقط بنزین حمل نمی کردند. آنها حامل یک پیغام مهم برای آمریکا بودند. تحریم های نفتی عملاً بی اثر شده. البته سابقه همکاری های نزدیک ایران و ونزوئلا به کمی عقب‌تر برمی گردد. در دولت نهم قرارداد مشارکت در میدان آیاکوچو که حدود 19 میلیارد بشکه نفت دارد با ونزوئلا بسته شد. این قرارداد شامل ساخت 3 پالایشگاه در اندونزی، ایران و سوریه بود و درآمد آن میان دو کشور تقسیم می‌شد. قرارداد دیگری هم با شرکت پتروشیمی ونزوئلا برای سرمایه‌گذاری مشترک در بندر سیگما و همچنین تولید متانول در ونزوئلا و ایران بسته شده بود. هدف این پروژه فروش متانول ونزوئلا به هند و آسیا و صادرات محصولات ایران به آمریکای لاتین بدون هزینه حمل و نقل بود. اما اعتصاب کارکنان شرکت نفت ونزوئلا با تحریک آمریکا باعث شد هوگو چاوز 14,000 نفر از آنها را اخراج کند. آمریکا هم 6,000 نفر از آنها را استخدام کرد و به این ترتیب نیروی مهندسی و طراحی وزارت نفت ونزوئلا تا حدود زیادی از بین رفت. در همان دوران ایران تصمیم گرفت در قالب یک پروژه بالادستی و یک پروژه پتروشیمی در این کشور سرمایه گذاری کند. طبق این تصمیم متخصصان ایرانی هم از بازنشسته، غیر بازنشسته و بخش خصوصی به ونزوئلا می رفتن و درآمد حاصله نیز صرف تکمیل اصلویه می شد. این قرارداد علاوه بر آن که سنگ اندازی آمریکا در ونزوئلا را بی اثر می کرد، این کشور را به یک هدف مهم صادرات محصولات فنی و مهندسی برای ایران تبدیل می کرد. ضمن آنکه ایران در فاصله کمی از آمریکا می توانست حضور معنادار فنی، اجرایی، سرمایه گذاری و تکنولوژیکی داشته باشد. کار هم با ارسال دکل حفاری و حفر اولین چاه آغاز شد. اما با تغییر رئیس جمهور ایران، دولت 11 در همان ابتدا همه اقدامات و روابط استراتژیک ونزوئلا را تعطیل کرد. دولت جدید معتقد بود همکاری با ونزوئلا و یا کشورهای گروه بریکس یعنی برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی باعث می‌شود اروپا و آمریکا از دست ایران ناراحت شوند. آنها امیدوار بودند که با برجام دیگر احتیاجی به همکاری و سرمایه‌گذاری در سایر کشورها نباشد. حالا 7 از آرزوی کمک آمریکا و اروپا به ایران گذشته و تقریبا دیگر کسی به دستاورد تقریبا هیچ برجام شک ندارد. اعزام نفتکش‌های ایرانی به آن سوی دنیا فقط پیغام بی اثر شدن تحریم‌ها را مخابره نمی‌کند. این نفتکش‌ها حامل پیام مهمتری هم هستند. دولت مردان ایرانی بالاخره چند تخم مرغ را از سبد برجام خارج کردند.